مرگ الیور بکی، نویسنده امیل زولا، ترجمه معصومه احمدی، فصل اول. ساعت 6 صبح روز شنبه بود که پس از 3 روز بیماری مردم. زن بیچاره من در چمدان‌ها به دنبال ملافه می‌گشت. وقتی که بلند شد با چشمانی از حدقه بیرون زده و بدون اینکه حتی نفس بکشد من را نگاه می‌کرد. به سوی من دوید. فکر می‌کرد که شاید من بیهوش شدم. روی صورتم خم شده بود و دستانم را لمس می‌کرد. ترس وجود او را فرا گرفته بود و وحشت زده در حالی که اشک می‌ریخت فریاد می‌زد: خدای من، خدای من، او مرده. من همه صداها را خیلی ضعیف می‌شنیدم و به نظرم می‌رسید که صداها از فاصله بسیار دوری می‌آمدند. چشم چپم هنوز اندکی نور مایل به سفید را می‌دید که اشیا در آن محو می‌شدند، ولی چشم راستم کاملا از کار افتاده بود. این یک ایست قلبی بود. من کاملا صحیح و سالم بودم که ناگهان یک بلای آسمانی مرا از پا درآورد. خواست و اراده من نیز مرده بود و دیگر جسمم از من و احساساتم پیروی نمی کرد. مارگریت بیچاره گریه می کرد و روی زانو در مقابل تخت نشسته بود و با صدای دردناک تکرار می کرد: اوه خدای من، او مرده. آیا مرگ همین بود؟ با وجودی که هنوز هوشیار بودم بدنم سست و لخت بود. آیا مرگ این بود؟ آیا روحم قبل از اینکه پرواز کند هنوز در جسمم تعامل می‌کرد؟ از کودکی من همیشه دچار حمله‌های عصبی می‌شدم. دوبار وقتی که خیلی جوان بودم دچار تب شدیدی شدم و چیزی نمانده بود که بمیرم. اطرافیانم عادت کرده بودند که مرا بیمار ببینند. من قدغن کرده بودم زمانی که بیمارم مارگریت برایم دکتر بیاورد. تازه به پاریس رسیده بودیم و من در ساختمانی در خیابان دفین خوابیده بودم. یک چرت کوتاه کافی بود که خستگی مسافرت را از تن من درآورد. دلهوره وحشتناکی داشتم. ما به طور ناگهانی شهر خود را ترک کرده بودیم. خیلی بیپول بودیم. من به تازگی در اداره‌ای که من را بیمه کرده بود کار پیدا کرده بودم و منتظر حقوقم بودم. حالا این حمله قلبی من را از بین می برد. آیا واقعا مرگ این است؟ من مرگ را مانند یک شب سیاه و با سکوتی سنگین تصور می کردم. از کودکی همیشه از مرگ می ترسیدم. خیلی ضعیف بودم و اطرافیانم من را با ترحم نوازش می کردن. من همیشه فکر میکردم که زنده نخواهم ماند و آنها من را خیلی زود فراموش خواهند کرد. این افکار احساس ترسی را در من ایجاد میکرد که نتوانم و نمیتوانستم به آن عادت کنم و شب و روز فکر من را آزار میداد. در حالی که بزرگ میشدم این افکار همیشه با من بود. برخی اوقات پس از ساعتها فکر کردم، خیال میکردم که بر ترس خود غلبه کردم. خب من میمیرم، همه چیز هم پایان میپذیرد. هیچ چیزی در این دنیا خیلی خوب و راحت نیست. در آن زمان کاملا خوشحال بودم و مرگ را در مقابلم میدیدم. ولی ناگهان سرگیجه گرفتم. مثل این بود که دستی قولاسا من را در بالای یک گرداب سیاه نگه داشته بود. این همان تصویر مرگ بود. یک دفعه به خودم آمدم. نفس ملایمی روی صورتم حس کردم. کسی دستانم را گرفته بود و با لکنت زبان می گفت: خدای من، خدای من، او مرده. حس استراب سینه‌ام را می فشرد و مرگ خیلی دردناک و نفرت انگیز در مقابلم ظاهر می شد. همیشه خواب من را نگران می کرد زیرا به مرگ شباهت داشت. اگر برای همیشه می خوابیدم، اگر چشمانم را می بستم و دیگر هرگز باز نمی شد، من از شکنجه های دیگری که من را عذاب می داد خبر نداشتم. مرگ درست بین من و همه آنچه که دوست داشتم قرار گرفته بود. لحظات خوب و خوشی را که با مارگریت داشتم به یاد بیاوردم. در اولین ماهای ازدواجمان وقتی که شب در کنار من خوابیده بود به رویای آینده با او فکر می کردم.
دائما منتظر بودم که یک جدایی مرگبار شادیمان را خراب و تمام آرزوهایمان را ویران کند. ما بالاخره باید یکدیگر را ترک کنیم. شاید فردا، شاید تا یک ساعت دیگر. احساس یأس تمام وجودم را فرا گرفته بود. از خودم میپرسیدم خوشبختی با هم بودن چه فایده ای دارد؟ وقتی که قرار است به یک رنج و اندوه منتهی شود. با این افکار همیشه در عذاب و ماتم بودم. چه کسی اول دیگری را ترک می کند، او یا من؟ و چه کسی برای دیگری عشق خواهد ریخت؟ در حالی که زندگی برباد رفتم را تصور می کردم خیلی متأثر بودم. حتی در بهترین دوران زندگیم افسردگی هایی داشتم که هیچ کس آن را درک نمی کرد. همه از این که من را غمگین می دیدند متعجب بودند. این احساس زوال خوشحالی من را نابود می کرد. این زندگی چه فایده دارد؟ این جمله مثل ناقوس مرگ در گوش هایم صدا می کرد. اما بدترین شکنجه زمانی بود که دیگران من را تحمل می کرد. من جرأت نداشتم که علت ناراحتیم را به کسی بگویم. اغلب زن و شوهرها وقتی که کنار یکدیگر می‌خوابند و برق خاموش هست رازهایشان را به یکدیگر می‌گویند، ولی هیچ کدام از مرگ صحبت نمی‌کنند. همه از آن می‌ترسند ولی ترسشان را پنهان می‌کنند. هنگامی که مارگریت عزیزم گریه می‌کرد این افکار در سرم نمیدانستم که چگونه درد و اندوه او را تسکین دهم و این مسئله بیشتر مرا عذاب میداد. نمیتوانستم درد و اندوه او را تحمل کنم. اگر مرگ فقط نابودی جسم بوده، پس من اشتباه میکردم که از آن میترسیدم. مرگ یک آسایش است، خوابی که در آن همه نگرانی هایم را فراموش میکنم. احساس عجیبی داشتم و تمام خاطراتم از جلوی دیدم میگذشت. بیشتر خاطراتم در حومه شهر گراند در جاده پیراک بود، جاده به سمت بیشه کوچکی از درختان کاج که به صورت پراکنده در یک شیب صخره‌ای به وجود آمده بودند میرسید. وقتی که من 7 ساله بودم و همراه پدرم به خانه کهنه و فرسوده مارگریت می رفتیم و با خانواده او شیرینی می خوردیم. کالج نانت را به خاطر می آوردم، جایی که در آن بزرگ شده بودم. کالجی با دیوارهای قدیمی. هنگامی که در آنجا بودم به افقهای زیبای گراند فکر می کردم. در گراند تا جایی که چشم کار میکرد مرداب و شورزار بود و در پایین شهر یک دریای بیکران در زیر آسمان آبی گسترده بود. وقتی پدرم فوت کرد من به عنوان کارمند اداری یک بیمارستان مشغول به کار شدم. یک زندگی کاملا یک نواخت. خوشحالی و شادی من تنها یک شنبه ها بود که به خانه قدیمی میرفتم. مارگریت دیگر کودک نبود. او من را دوست داشت زیرا من او را با چرخ دستی به گردش می بردم. یک روز صبح من از او تقاضای ازدواج کردم. ترس را در چهرهش دیدم. او از من می ترسید. خانواده او خیلی زود مرا پذیرفتند و مارگریت نیز بدون اینکه حرفی بزند اطاعت کرد. وقتی که او به این موضوع که من همسرش هستم عادت کرد دیگر کمتر به گردش و مسافرت می رفت. به خاطر دارم که در روز ازدواجمان بارانی سیلاسا می بارید. وقتی که ما برگشتیم با وجودی که لباسش خیس شده بود ولی آن را از تنش بیرون نمی آورد. این همه ی جوانی من بود. پس از اینکه مدتی از زندگی من گذشت روزی دیدم که همسرم گریه می کند. او افسرده شده بود و میخواست که مسافرت کند. در 6 ماه اول زندگی من خیلی صرف جویی میکردم و برای پسنداز کردن اضافه کاری میکردم. بالاخره یک دوست قدیمی خانوادگی در پاریس برای ما جایی گرفت و ما به پاریس رفتیم. مارگریت خیلی خوشحال بود و در راه آهن میخندید. این گذشته من بود. و حالا من در بستری در یک آپارتمان مرده بودم و همسرم روی زمین نشسته بود و آه و ناله میکرد. لکه سفیدی که چشم چپم میدید کم کم محو میشد، اما من دقیقا تمام جزئیات اتاق را به خاطر میآورم. سمت چپ کمدی وجود داشت، سمت راست شومینه بود و وسط این دو یک ساعت پاندولی بود.
که در ساعت 10:06 خوابیده بود. پنجره رو به خیابان تاریک باز بود. خیابان خیلی شلوغ بود، مثل این بود که همه شهر از آنجا می گذشتن. من در این هیاهوها صدای لرزش شیشه ها را می شنیدم. ما کسی را در پاریس نمی شناختیم. به خاطر کار جدیدم در پاریس خیلی با عجله حرکت کرده بودیم. از همان هنگام که روی تخت دراز کشیده بودم احساس عجیبی داشتم. 5 ساعت در راه آهن و همهمه خیابانها من را به ستوه در آورده بود. همسرم با آرامش و لبخند از من مراقبت میکرد، ولی من احساس میکردم که او را معذب کردم. او به پنجره نزدیک شد و نگاهی به خیابان انداخت. سپس بازگشت. رنگش پریده بود. از پاریس بزرگ میترسید، زیرا هیچ کس و هیچ جا را نمیشناخت. و افرادی هم که با هم دعوا می کردند او را خیلی خیلی ترسانده بودند. اگر من دیگر بیدار نشوم او چه خواهد کرد؟ در این شهر بزرگ تنها و بدون پشتیبان برای او چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مارگریت یکی از دستان من را که از کنار تخت آویزان بود گرفته بود و در حالی که او را می بوسید تکرار می کرد: اولیور به من جواب بده، خدای من، او مرده، او مرده. پس مرگ نابودی نیست؟ زیرا من همه چیز را میشنیدم و میفهمیدم. تنها چیزی که من را از کودکی میترساند زوال و نابودی بود. نمیتوانستم نابودیم را تصور کنم. حسب همه آنچه که بودم، آن همه برای همیشه و در طی قرنها، بدون اینکه هرگز بتوانم دوباره شروع کنم. یک بار وقتی که در روزنامه تاریخ قرن آینده را دیده بودم تعجب کرده بودم. مطمئنن من در آن تاریخ زنده نخواهم بود و آن سالها را نخواهم دید. این وجود نداشتن برای من نگرانی زیادی را به وجود می آورد. آیا وقتی که من بمیرم دیگر دنیایی وجود نخواهد داشت و همه چیز فرو خواهد ریخت؟ در مرگ زندگی را تصور می کردم که همیشه آرزویم. اما بیشک من نمرده بودم. مطمئنن خیلی زود بیدار خواهم شد. بله، به زودی. و در آن هنگام مارگریت عزیزم را در آغوش خواهم گرفت و اشکایش را پاک خواهم کرد. چقدر خوشحال کننده است که ما دوباره به یک دیگر برسیم و یک دیگر را بیشتر دوست داشته باشیم. بعد 2 روز استراحت خواهم کرد و بعد به محل کارم خواهم رفت. زندگی جدیدی را شروع خواهم کرد. بسیار خوشبخت و مرفه تر از قبل زندگی خواهم کرد. مارگریت حق داشت که ناامید باشد، زیرا من حتی نیرو نداشتم که سرم را از روی بالش برگردانم و به او لبخند بزنم. او دوباره گفت: او مرده، خدای من، او مرده. من او را به درد سر انداخته بودم. با خود زمزمه می کردم که عزیزم، من خوابیدم، تو می بینی که من زندم و تو را دوست دارم. فصل دوم. با فریاد مارگریت ناگهان در باز شد و فردی فریاد زد: همسایه، چه اتفاقی افتاده؟ من صدای او را می شناختم. او پیرزنی بود که در همان طبقه زندگی میکرد. خانم گابین زن مهربانی به نظر میرسید و از بد به ورود ما به دلیل همسایگی چند باری با او ملاقات داشتم. او خیلی زود داستان زندگیش را برای ما تعریف کرد. زمستان گذشته این خانه را از یک صاحبخانه یک دنده خریده بود و از آن به بعد با دختر بچه شیطان 10 سالش عادل در آنجا زندگی میکرد. آنها آباجور سرهم می کردن و برای هر کاری 40 سو می گرفتن. در حالی که صدایش را پایین آورده بود پرسید: خدای من، همه چیز تمام شده؟ من فهمیدم که او به من نزدیک شده و به من نگاه می کند. من را لمس کرد و بعد با ناراحتی گفت: کوچولوی بیچاره. مارگریت مثل بچه ها گریه می کرد و دیگر از پا افتاده بود. خانم گابین او را بلند کرد و روی مبلمان چوبی نزدیک به شومینه نشاند و سعی کرد که او را آرام کند. خانم گابین گفت:
در حقیقت این مسئله برای تو خیلی بد است. به این خاطر که تو همسرت را از دست داده ای نیست، بلکه به این دلیل است که امیدت را از دست دادی. وقتی من آقای گابین را از دست دادم، مثل تو بودم. 3 روز تمام بدون اینکه حتی چیزی بخورم گریه میکردم. اما این کار چه نفعی برای من داشت؟ هیچ. برعکس، باعث شده بود که من به آخر خط برسم. به خاطر خدا منطقی باش. کم کم مارگریت آرام شد. نیرویش را از دست داده بود و دائما اشک می‌ریخت. خانم گابین اداره امور را به دست گرفت. او گفت: نگران نباش، به دد میگویم که کارها را به بعد موکول کنند. خب بالاخره ما همسایه هستیم، باید به یکدیگر کمک کنیم. بگو ببینم هنوز چمدانهایت را باز نکردی؟ ملافه در کمدی فلانی چیزی داری؟ مگه نه؟ صدای باز شدن در کمد را شنیدم. یک دستمال آورد و روی میز غذاخوری پهن کرد. بعد کبریتی روشن کرد. به نظر می رسید که شمع‌های شومینه را در کنار من به نشان عزاداری روشن کرده است. من هر حرکتی را در اتاق دنبال می کردم و تمام حرکات را می شمردم. او زمزمه کرد: مرد بیچاره. چه خوب شد که او صدای همسرم را شنید. ناگهان نور اندک و مبهمی که از چشم چپم می دیدم ناپدید شد. خانم گابین چشمان من را بست. من انگشتان او را روی پلک هایم حس نکردم. ناگهان احساس سرما کردم. در هنوز باز بود. دد، دختر بچه شیطان 10 ساله، در حالی که با صدای زنگونه‌اش فریاد می‌زد وارد شد. گفت: مامان، مامان، من فهمیدم که تو اینجایی. بیا حسابت 3 فرانک و 4 سو. من 20 جین آباژور آوردم. مادر بیهوده تکرار می‌کرد: خفه شو. ولی کوچولو باز به حرف زدن ادامه می‌داد. مادر به تخت اشاره کرد. دد ایستاد، احساس نگرانی کرد و به سمت در بازگشت. او با صدای آرامی پرسید: آیا آقا خوابیده؟ خانم گابین جواب داد: بله، برو بازی کن. اما دختر بچه نرفت و با چشمانی که از حدقه بیرون زده بود من را نگاه میکرد. ناگهان با ترس گفت: او مرده؟ مامان، او مرده؟ سکوت عمیقی حکم فرما بود. مارگریت روی مبل نشسته بود و دیگر گریه نمی کرد. خانم گابین هنوز در اتاق می گشت. او دوباره شروع به صحبت کرد. گفت: امروز بچه ها همه چیز را می فهمند. بچه های امروزی هن دیگه. ببین، خدا می داند که من او را چگونه بزرگ کردم. من او را خوب تربیت کردم. وقتی که برای خرید یا آوردن کار میفرستمش، برای اینکه مطمئن شوم که دنبال ولگردی نرفته، دقایق را میشمارم. چیزی نیست، او همه چیز را میداند و با یک نگاه همه چیز را میفهمد. هیچ وقت هیچ مرده ای را به او نشان نداده بودم. وقتی که عمویش فرانسوا مرد، دد 4 سال بیشتر نداشت. او بچه بیش نبود، میفهمی که. او حرفش را قطع کرد و موضوع دیگری را برای صحبت پیدا کرد. گفت: خب عزیزم، باید در مورد تشریفات، اعلامیه به شهرداری و بعد به کلیه جزئیات مراسم تشییع فکر کنیم. تو در وضعیتی نیستی که خود را درگیر این مسائل کنی. من نمیخواهم تو را تنها بگذارم. خب اگر اجازه بدی میرم که آقای سیمونو را ببینم. مارگریت پاسخ نداد. من شاهد همه این صحنه ها بودم، مثل اینکه از جایی بسیار دور به اطرافم نگاه میکردم. دلم میخواست که مارگریت کمک سیمونو رو قبول نکنه. من 3-4 بار او رو در طول بیماریم دیده بودم. او در همسایگی ما زندگی میکرد و به نظر میرسید که همیشه حاضر به خدمت است. خانم گابین میگفت که آقای سیمونو به پاریس آمده تا طلبهای قدیمی پدرش را که اخیراً فوت کرده جمع کنه. پسر بسیار زیبا، قد بلند و نیرومند به نظر می رسید. من از او بدم می آمد، شاید به خاطر اینکه او خوب به نظر می رسید. وقتی که او وارد شد و در کنار مارگریت نشست، من خیلی عذاب می کشیدم.
مارگریت خیلی زیبا بود و در مقابل سیمونو خیلی سفید به نظر می رسید. سیمونو او را خیلی دقیق نگاه می کرد و منتظر بود تا خبرهایی در مورد من بشنود. خانم گابین برگشت و گفت آقای سیمونو، بعد به آرامی در را بست. مارگریت دوباره شروع به گریه کرد. حضور آن مرد در دو قصه مارگریت را تازه کرد. او اصلا سعی نمی کرد که مارگریت را آرام کند. من نمی توانستم مارگریت را ببینم، ولی در آن تاریکی که من را احاطه کرده بود می توانستم صورتش را تصور کنم. او صورتی رنج کشیده و مهربان داشت، با موهای بلند، صورتی رنگ پریده، دستان کوچک کودکانش که در تب می سوخت. سیمونو به آرامی گفت من خودم را به جای شما می گذارم. اگر اجازه بدهید من مسئولیت همه کارها را به عهده می گیرم. مارگریت حرفهای مرد جوان را قطع کرد ولی به او پاسخی نداد. اما وقتی که مرد جوان می رفت، خانم گابین او را همراهی می کرد. هنگامی که از کنار من می گذشتند شنیدم که در مورد پول صحبت می کنند. این تشریفات همیشه بسیار گران هستند. خانم گابین نگران بود که زن بیچاره حتی یک سکه هم نداشته باشد. گفت به هر حال ما می توانیم از او بپرسیم. سیمونو پیرزن را کنار کشید. او نمی خواست که مارگریت را عذاب دهد و خودش درخواست مراسم تشییع را به شهرداری داد. وقتی که سکوت دوباره برقرار شد، من از خودم پرسیدم که آیا این کابوس خیلی طول خواهد کشید؟ من زنده هم چون که همه ی آنچه که در اطرافم می گذرد را حس می کنم. من یک حساب دقیق از موقعیت خود کردم. باید کاری بکنم. هنگامی که بچه بودم در دوری از بیماری عصبیم سنکوب می کردم و مدتها در آن حال باقی می ماندم. بدون شک آن یک حمله کاملا طبیعی است که اطرافیان من را به اشتباه انداخته. قلبم دوباره خواهد تپید و خون دوباره در رگ‌هایم جریان خواهد داشت. دوباره بیدار خواهم شد و مارگریت را تسلا خواهم داد. خیلی منطقی خودم را به صبر و حوصله تشویق می کردم. ساعت‌ها گذشت. خانم گابین غذایش را آورد ولی مارگریت نخورد. بعد بلند شد و در کنار پنجره‌ای که باز بود به صداهای خیابان دوفین گوش کرد. صدای برخورد ظروف مسی شمعدانی های روی میز مرمری شام به گوشم می رسید. به نظر می آمد که آن شمع ها را عوض می کند. بالاخره سیمونو برگشت. پیرزن به آرامی پرسید خب؟ سیمونو پاسخ داد همه چیز مرتب است. مراسم تشییع فردا ساعت 11 است. نگران چیزی نباشید و در مقابل این زن بیچاره از هیچ چیز صحبت نکنید. خانم گابین گفت پزشک هنوز نیامده است. سیمونو در کنار مارگریت نشست و به او آرامش میداد. مراسم فردا ساعت 11 است. این حرفها مثل ناقوس مرگ در سرم به صدا در می آمد. آیا پزشک نخواهد آمد؟ او خیلی زود خواهد فهمید که من فقط در رخوت و خواب‌آلودگی هستم. من در یک اضطراب وحشتناک منتظرش بودم. هنگامی که روز به پایان رسید، خانم گابین برای اینکه زمان را از دست ندهد آباژورهایش را به اتاق آورد تا تمامشان کند. او بعد از اینکه از مارگریت اجازه گرفت دد را با خود آورد. او می گفت که دوست ندارد بچه ها را مدت طولانی تنها بگذارد. در حالی که دختر کوچولو را با خود آورده بود به آرامی گفت خب بیا تو، کار احمقانه ای انجام نده، به اون گوشه هم نگاه نکن، وگرنه سر و کارت با منه. او سعی میکرد که به من نگاه نکند و گوشهی بسیار راحت را برای خود پیدا کرد. دد تمایل داشت که بازیگوشی کند. صدای ضربه هایی که مادرش به بازویش میکوبید را میشنیدم که تکرار میکرد کار کن، وگرنه باید بری بیرون و امشب آقا میاد و تو رو میبره. مادر و دختر پشت میز ما نشسته بودند. سر و صدای قیچی آنها که در حال بریدن پارچه های آباژورها بودند به وضوح به گوش می رسید. بدون شک کار برش آنها خیلی پیچیده بود، چون که آنها خیلی سریع کار نمی کردند. برای اینکه با ترس خودم مبارزه کنم صدای قیچی آنها را یکی یکی می شمردم.
توی اتاق کوچک به غیر از صدای قیچی صدای دیگری نبود. مارگریت از خستگی از حال رفته بود. به نظر می رسید که آرام شده. سیمونو بلند شد. فکر نفرت انگیزی که او از خواب بودن مارگریت سوء استفاده کرده و موهای مارگریت را بوسیده است من را عذاب می داد. من این مرد را نمی شناختم ولی احساس می کردم که همسر من را دوست دارم. خنده های دختر مرا عصبانی می کرد. مادرش از او پرسید چرا می خندی؟ باید روک و راست بگویی که چه چیزی باعث خنده تو شده. دختر بچه من و من کرد. او دیگر نمی خندید و سرفه می کرد. من فکر می کردم که او باید سیمونو رو هنگامی که مارگریت را می بوسید دیده باشد و این مسئله برای او خنده دار است. در همان لحظه صدای در به گوش رسید. پیرزن گفت آه دکتر. در واقع او دکتر بود که آمده بود. او حتی برای دیر آمدنش عذرخواهی هم نکرد. بدون شک او در روز کارهایی داشته که باید انجام می داده. او پرسید جسد اینجاست؟ سیمونو پاسخ داد بله آقا. مارگریت لرزان بلند شد. خانم گابین دد را به پاگرد برد چون که لزومی نداشت که بچه این منظره را ببیند. او سعی میکرد که همسرم را کنار پنجره ببرد چون که میخواست رعایت حال او را بکنه. دکتر خیلی سریع نزدیک شد. من احساس کردم که او خیلی بی‌حوصله است. آیا دست من را لمس خواهد کرد؟ آیا به صدای ضربان قلبم گوش خواهد کرد؟ دلم نمیخواهد که این حرف را بزنم ولی به نظر میرسد که او خیلی بی تفاوت به من نزدیک شده. سیمونو از روی اجبار گفت میخواهید که لامپی را برای شما روشن کنم؟ دکتر گفت نه بیفایده است. چطور بیفایده؟ زندگی من در دستان این مرد است و او حتی معاینه دقیق من را بیفایده میداند. اما من نمرده بودم. میخواستم فریاد بزنم که نمردم. پرسید چه ساعتی او مرد؟ سیمونو پاسخ داد ساعت 6 صبح. حالتی عصبی به من دست داد. من نمی توانستم حرکت کنم و نمی توانستم صحبت کنم. دکتر اضافه کرد هوا خیلی گرفته است، مثل نخستین روزهای بهاری خسته کننده است. او از من فاصله گرفت. مثل این بود که این زندگی من است که از من دور می شود. فریادها، اشکها و ناسزاها من را خفه می کردن. بغض گلویم را می فشرد و دیگر نمی توانستم تحمل کنم. آه دکتر بیچاره، کار یک نواخت او را به یک ماشین تبدیل کرده. او دائما کنار تخت مرده ها می رود با این فکر که آنها مرده اند تا فقط کارش را سرهم بندی کند. این مرد واقعا چیزی نمی داند. تمام علمش دروغ است. او حتی قدرت تشخیص بین مرده و زنده را ندارد. سیمونو گفت شب بخیر آقا. سکوتی حکم فرما شد. در حالی که خانم گابین پنجره را می بست مارگریت بازگشت. دکتر در مقابل او سری فرود آورد و بعد از اتاق بیرون رفت. من صدای قدمهایش را وقتی که از پله ها پایین می رفت می شنیدم. خب همه چیز تمام شد. من یک محکوم بودم. آخرین آرزوهایم را با رفتن این مرد از دست دادم. اگر من تا فردا ساعت 11 بیدار نشوم، آنها مرا زنده زنده دفن خواهد کرد. و این فکر خیلی مرا میترساند و باعث میشد که اعتماد به نفسم را از دست بدم. آخرین صداهایی که میشنیدم صدای قیچی خانم گابین و دد بود. شب زنده‌داری جهت مراسم تدفین شروع شد. هیچ کس صحبت نمی کرد. مارگریت قبول نکرد که در اتاق همسایه بخوابد. او همونجا مانده بود و در مبل خوابیده بود. صورت زیبایش رنگ پریده بود و چشمانش را بسته بود. مژه‌هایش از اشک خیس شده بود. سیمونو در سکوت و تاریکی نشسته بود و به صورتش نگاه می کرد. فصل سوم. آنچه که برای من اتفاق افتاد مانند یک رویای وحشتناک بود. برای من خیلی مشکل است که آنها را دقیقاً بیان کنم. آنچه که مرا بسیار شکنجه می‌داد این بود که مرتباً آرزو می‌کردم که ای کاش بیدار شوم. کم کم که ساعت تشییع من نزدیک می‌شد من بیشتر احساس خفقان می‌کردم. صدای قژقژ در چرت من را پاره کرد.
خانم گابین پنجره را باز کرده بود. حدود ساعت 7 صبح بود که من صدای فروشندگان را در خیابان می شنیدم. صدای نازک دختر فروشنده و صدای دیگری که برای فروش هویج‌هاش فریاد می زد. این سر و صداها و سر و صداهای شهر پاریس من را آرام می کرد. این غیر ممکن است که در بین این هیاهو و شور زندگی من را دفن می کنند. خاطراتم نیز من را بیشتر مطمئن می کرد که آنها من را زنده دفن نخواهند کرد. به یاد می آوردم موردی بود که بسیار شبیه مورد من بود. وقتی که در بیمارستان کار می کردم مردی بود که 28 ساعت خوابیده بود. خواب او آنقدر عمیق بود که پزشکان را به اشتباه انداخته بود. ولی بالاخره بیدار شده بود. الان 25 ساعت بود که من خواب بودم. اگر من حدود ساعت 10 صبح بیدار شوم، باز هم تا مراسم تدفین زمان خواهم داشت. سعی می کردم افرادی را که در اتاق هستند بشمارم و به کارهایی که انجام می دهند توجه کنم. دد بازی می کرد. در باز بود و صدای بچه هایی که بازی می کردند شنیده می شد. بدون شک سیمونو آنجا نبود، چون هیچ صدایی حضور او را تداعی نمی کرد. صدای کفش های کهنه خانم گابین وقتی که روی زمین کشیده می شد به گوش می رسید. آنها صحبت می کردند. خانم گابین می گفت عزیزم تو حق داری که چیزی نخوری، ولی این قهوه تو را سرپا نگه می دارد. او با مارگاریت صحبت میکرد. با ظرفی که روی شومینه دیدم فهمیدم که در حال درست کردن قهوه است. او ادامه داد که گفتن ندارد، ولی من به این قهوه نیاز دارم. در سن من بیدار ماندن چیزی نیست. او هنگامی که درد و اندوهی در خانه است خیلی ناراحت کننده است. خب یک کمی قهوه بخور عزیزم، فقط یک قطره. او مارگاریت را وادار کرد تا یک فنجان قهوه بخورد. گفت خوبه، تو را آرام خواهد کرد. تو برای اینکه بتوانی در تمام طول روز سر پا باشی نیرو باید داشته باشی. حالا اگر عاقل باشی به اتاق من می روی و آنجا منتظر می مانی. مارگاریت گفت نه من می خواهم همینجا بمانم. از دیروز تا حالا چنین صدا و لحنی از او نشنیده بودم و این مسئله مرا خیلی تحت تأثیر قرار می داد. او تغییر کرده بود و به خاطر درد و اندوه از پا افتاده بود. آه همسر عزیزم، من او را در کنار خودم حس می کردم و حضورش به من تسلی می داد. می دانستم که او دائما به من نگاه می کند و از ته قلب برای من گریه می کند. اما دقایق می گذشت. پشت در سر و صدایی بود که من نمی توانم آن را دقیقا توضیح دهم. مثل اینکه کسی در حال اسباب کشی بود و به دیوارها و راهپله‌های تنگ برخورد می‌کردند. دوباره اشک‌های مارگریت را حس می‌کردم. این سر و صدا برای آوردن تابوت بود. خانم گابین با بداخلاقی گفت شما خیلی زود آمده اید. ساعت چند بود؟ شاید 9 صبح. تابوت آنجا بود. من تابوت را در تاریکی خوب می دیدم. تابوتی که از چوبهای نوع تازه رنده شده ساخته شده بود. خدایا، آیا همه چیز تمام شده بود؟ آیا آنها من را در جعبه خواهند گذاشت؟ مارگریت با وجود ضعفی که داشت می خواست آخرین محبتهایش را نثار من کند. به کمک زن سال خورده با محبت و دلسوزی یک خواهر و همسر لباس تن من می کردن. یک دفعه احساس کردم که او من را با لباسهایی که به تنم کرده بود در آغوش گرفته. او غرق در احساسات بود و من می توانستم در اشکهای او شنا کنم. دلم می خواست او را در آغوش بگیرم و فریاد بزنم که من زنده‌ام. ولی ناتوان و عاجز بودم. خانم گابین تکرار می کرد تو حق داری. تو همه چیز را از دست داده‌ای. مارگریت با جملات بریده می گفت ولم کنید، دلم می خواهد که زیباترین لباسها را بر تن او کنم. فهمیدم که مارگریت لباسهای روز ازدواج من را تن من کرده است. من هنوز آن لباسها را داشتم. او دوباره تمام توانش را از دست داد و روی مبل افتاد. ناگهان سیمونو شروع به صحبت کرد. بدون شک تازه وارد اتاق شده بود.
او به آرامی گفت آنها پایین هستند. خانم گابین در حالی که صدایش را پایین می آورد پاسخ داد خب به آنها بگویید بیایند بالا، باید کارشان را تمام کنند. سیمونو دوباره گفت من می ترسم این زن بیچاره را ناامید کنم. خانم گابین فکری کرد و دوباره پاسخ داد گوش کن آقای سیمونو، او را با زور به اتاق من ببر. نمی خواهم که اینجا بماند. با این کار به او خدمت بزرگی می کنی. در یک چشم به هم زدن آنها همه چیز را سرهم بندی خواهند کرد. این حرفها قلبم را می فشرد. سیمونو به مارگاریت نزدیک شد و از او خواست که در اتاق نماند. او التماس کنان گفت خواهش می کنم که همراه من بیایید. خودتان را اینقدر عذاب ندهید. همسرم تکرار میکرد نه نه من میمانم، میخواهم تا آخرین لحظات با او باشم. من به غیر از او در این دنیا کسی را ندارم. او دیگر اینجا نخواهد بود و من تنها خواهم ماند. خانم گابین در گوش مرد جوان گفت برو، او را محکم در آغوش بگیر و با خود ببر. آیا سیمونو مارگریت را در آغوش گرفته بود و میبرد؟ بلافاصله مارگریت فریاد زد. خشم تمام وجودم را فرا گرفته بود و دلم می‌خواست که بلند شوم، اما تمام نیروی جسمانیم را از دست داده بودم. آنقدر ناتوان بودم که حتی نمی‌توانستم چشمانم را باز کنم تا ببینم که چه اتفاقی افتاده است. جدال بین آن دو ادامه داشت و همسرم محکم به مبلمان چسبیده بود و مرتب تکرار می‌کرد آه آقا رحم کنید، رحم کنید، مرا رها کنید، من نمیخواهم بروم. سیمونو او را نیرومندانه در آغوش گرفته بود و او دیگر نمیتوانست حرکت کند و تنها مانند بچه ها آه و ناله میکرد. وقتی که او را با خود میبرد صدای هق هق گریه او نیز کم میشد. من تصور میکردم که آن مرد نیرومند همسر من را روی دوش خود گرفته و در حالی که او گریه میکند با خود میبرد. خانم گابین گفت حالا که کسی در اتاق نیست یالا بجنبید. در آتش حسد و خشم می سوختم و این اتفاق را مانند یک آدم ربایی نفرت انگیز می دیدم. از آن لحظه به بعد دیگر مارگریت را ندیدم، ولی صدایش را می شنیدم. همه چیز تمام شده بود. آنها می خواستند که او را از من بگیرند. آن مرد حتی قبل از اینکه مرا دفن کنند خوشحال بود. آیا پشت این دیوارها سیمونو هنوز با او تنهاست؟ شاید او را در آغوش گرفته. در دوباره باز شد. صدای قدم‌های سنگینی در اتاق شنیده می‌شد. خانم گابین گفت عجله کنید، عجله کنید. تا قبل از اینکه خانم دوباره بازگردد کارتان را تمام کنید. او با افراد غریبه‌ای صحبت می‌کرد و آنها فقط با قرولون به او پاسخ می‌دادند. من شما رو درک می کنم، من فقط همسایه او هستم نه خانوادش. این کارها را فقط به خاطر علاقه قلبیم به او انجام می دم. کارهای زیادی است که باید انجام شود. در کل من همیشه احمق بودم. من زیادی خوبم. آنها تابوت را میان اتاق کشیدند و من همه اینها را حس می کردم. من یک محکوم بودم چون که بیدار نشده بودم. احساس بیزاری و ناراحتی می کردم و دیگر روی هیچ چیز حساب نمی کردم. یکی از نشکش ها با صدای گرفته می گفت آنها اصلا صرفه‌جویی نکردند، این تابوت خیلی بلند است. دیگری در حالی که لبخند می زد گفت خوب او راحت خواهد بود. من خیلی سنگین نبودم و این مسئله آنها را خوشحال می کرد، زیرا آنها باید من را سه طبقه پایین می برد. ناگهان خانم گابین عصبانی شد. او فریاد زد دختر این نکبت، باید همه جا فضولی کنی؟ صبر کن، به حسابت خواهم رسید. دد در را باز کرده بود و سر ژولیده خودش را از لای در بیرون آورده بود. او میخواست وقتی که من را داخل تابوت میگذاشتن نگاه کند. صدای سیلی زدنهای او در هوا پیچید و به دنبال آن صدای گریه دختر بچه به گوش می رسید. وقتی که مادر بازگشت با مردانی که من را در تابوت می گذاشتند صحبت می کرد. گفت اون 10 سالشه،
دختر خوبیه، فقط کنجکاوه. من همیشه او رو کتک نمیزنم، فقط باید یاد بگیره که حرف گوش بده. یکی از اون مردان گفت: اوه، میدونید همه ی دختر بچه ها همینطور هستن. وقتی که مردهی در جایی باشد همیشه در آن اطراف میچرخند. من به راحتی دراز کشیده بودم و به نظرم می رسید که هنوز در تخت خود خوابیدم. فقط دست چپم کمی به دیواره تابوت فشرده می شد. به لطف قد کوتاه هم در آنجا خیلی راحت بودم. خانم گابین گفت: صبر کنید، به همسرش قول دادم که یک متکا زیر سرش بگذارم. ولی آنها خیلی عجله داشتند و متکا را به زور زیر سر من چپاندند. یکی از آنها به دنبال چکش میگشت و در همان حال مرتباً فوش میداد و میگفت: چکش را پایین گذاشتید و حالا باید تا پایین بروم. آنها میخواستند در تابوت را ببندند. هنگامی که با چکش به میخا ضربه میزدند، لرزش بدنم را حس میکردم. این لرزش ها نشان میدادند که من هنوز زنده هستم. میخا یکی بعد از دیگری با صدای منظم چکش در تابوت فرو میرفتند. مثل این بود که کارگران در حال بسته‌بندی یک جعبه میوه بودند و این کار را با بیخیالی و مهارت خاصی انجام میدادند. به خاطر صدای چکش صداهای دیگری را نمیشنیدم. آخرین جمله‌ای که من از خیابان دوفین شنیدم این بود که: آهسته پایین بروید. مواظب باشید، نرده‌های طبقه دوم مقاوم نیستند. مثل این بود که در دریایی متلاطم شناور هستم. از آن به بعد خاطراتم خیلی مبهم هستند. در مسیری که به قبرستان می رفتیم، نگرانی عجیبی ناخواسته من را فرا گرفته بود. نمی دانستم که قبرستان بزرگ پاریس دقیقا در کجا قرار دارد. آنها گاهی اوقات اسامی را نام می بردند که این مسئله مانع از تمرکز من می شد تا بدانم که آنها کجا هستند یا به کدام جهت می پیچند. نشکش روی سنگ فرش های خیابان تکان می خورد. صدای ماشین ها و صدای پاهای عابران پیاده را که از اطرافم می گذشتند می شنیدم و اندکی آرام می شدم. آنها جایی توقف کردند که من بعد متوجه شدم آنجا یک کلیساست. ضربات منظم ناقوس به من خبر میداد که من از کنار یک کلیسای بزرگ عبور کردم. حرکت آنها بسیار آرام بود، مثل این بود که ما برای گردش آمدیم. من مانند محکومی بودم که به محل شکنجه برده می شدم. آنها ایستادند و من را از نشکش بیرون آوردند. احساس می کردم که در یک مکان متروکه هستم. بدون شک افرادی در مراسم تشییع من شرکت کرده بودند. مستأجران ساختمان، سیمونو و دیگران. چون که صداهایی به گوشم می رسید. کشیشی انجیل می خواند. آنها دو دقیقه دعا کردند. هنگامی که صدای کشیده شدن طناب ها را از کناره های تابوت می شنیدم، احساس می کردم که در جایی فرو می روم. همه چیز به پایان رسید. در سمت چپ سرم احساس شوک وحشتناکی می کردم. شوک بعد را در پاهایم حس کردم. شوک بعد که بسیار شدیدتر بود باعث شد تا روی شکمم بیفتم. به خاطر این حرکات من تابوت ترک خورد و من از حال رفتم. فصل چهارم. نمی دانم که چه مدتی در آن حالت بودم. کم کم به طور مبهمی هوشیاریم را به دست آوردم. هنوز خواب بودم و کابوس وحشتناکی می دیدم. تصاویر عجیبی ذهن من را آشفته کرده بود. فکر می کردم که همسرم منتظر من است تا در راه آهن به او ملحق شوم. هنگامی که ترن از یک تونل می‌گذشت، ناگهان یک صدای وحشتناک با یک هیاهوی رعداسا در فضا پیچید. این صدای ریزش تونل بود که به گوش می‌رسید. قطار ما زیر سنگ نماند و واگن‌ها سالم بودند. فقط سر تای تونل مسدود شده بود.
و ما بین تکه سنگهای کوه محصور شده بودیم. خیلی ترسناک بود. هیچ امیدی به نجات ما نبود. ماشین‌های نیرومندی نیاز بود که مسیر تونل را باز کند. ما به نوعی در زیرزمین بدون راه خروجی زندانی شده بودیم. این تصاویر مانند یک نمایشنامه‌ای در مقابلم می‌گذشت و بازیگران آن مردان، زنان و کودکانی بودند که از 100 نفر بیشتر بودند. مقداری آذوقه در قطار پیدا شده بود، اما مواد غذایی بسیار کم بود و زود تمام می‌شد. بینوایان گرسنه دردمندانه بر سر آخرین تکه نان می جنگیدن. پیرمردی بود که از این شرایط به ستوه آمده بود و همه را با مشت کنار می زد. مادری مانند یک ماده گرگ برای 3-4 لقمه غذا به فرزندش برای او می جنگید. در واگونی که من بودم زوجی در حالی که یک دیگر را در آغوش گرفته بودند مرده بودند. آنها دیگر حرکت نمی کردند و نفس نمی کشیدند. مردم در قطار مانند حیوانات گرسنه به دنبال شکار بودند. تمام طبقات اجتماعی با هم درآمیخته بودند. مرد بسیار ثروتمندی روی شانه های یک کارگر گریه می کرد. آنها یکدیگر را تو خطاب می کردند. در همان نخستین ساعات روشنایی قطار خاموش شد و مردم برای رفتن از یک واگن به واگن دیگر با دست اطرافشان را لمس می‌کردند تا به چیزی برخورد نکنند. هیچ چیزی وحشتناکتر از این قطار نبود. ما زنده زنده دفن شده بودیم و مسافران یکی یکی می‌مردند. از سرما و نبود هوا زجر می‌کشیدم. هرگز چنین سرمایی ندیده بودم. به سختی نفس می‌کشیدم. به نظرم می‌رسید که صخره‌ها روی من ریختند و تمام سنگینی کوه روی من بود و من را نابود می‌کرد. صدای زنی شنیده می‌شد که در حالت وضع حمل بود. صداهایی از دور به گوشمان می‌رسید. دل خود را خوش کرده بودیم که کسانی در حال کار کردن هستند. با این وجود باز هم فکر می‌کردیم که نجاتمان از آنجا امکان پذیر نیست. یکی از مسافران سوراخی را در تونل پیدا کرد و همه ما به سوی آن می‌دویدیم. یک راه عبور هوا در ارتفاعات بود و از آنجا یک لکه آبی دیده می‌شد. آه، آن لکه آبی آسمان بود. همه دستانمان را بالا گرفته بودیم و سعی می‌کردیم که دوباره نفس بکشیم. خیلی بیقرار بودیم. ناگهان کسی فریاد زد نجات یافتیم، نجات یافتیم، و کم کم این حرف از دهان همه خارج شد و دستان لرزان به سوی آن لکه آبی در هوا حرکت می کردن. این آرامش عجیب من را بیدار کرد. من کجا بودم؟ بدون شک هنوز در تونل بودم. دراز کشیده بودم. در راست و چپم دیوارهایی وجود داشت که مرا سخت می فشرد. می خواستم بلند شوم، اما سرم محکم به جایی برخورد کرد. آیا این صخره ها همه جا را احاطه کرده اند؟ آن لکه آبی دیگر آنجا نبود و حتی دورتر هم اثری از آن دیده نمی شد. مرتبا سرفه می کردم و بدنم می لرزید. ناگهان همه چیز را به خاطر آورد. موهای تنم سیخ شده بود و سراپای بدنم یخ زده بود. بالاخره از آن حالت سنکوب خارج شده بودم. سنکوب من را در طی ساعتها به جسدی تبدیل کرده بود. من حالا حرکت می کردم. تختهای بزرگ تابوت را با دستم لمس کردم. دهانم را باز کردم و به صورت غیر ارادی مارگریت را صدا کردم. صدای من در این جعبه چوبی خیلی ترسناک و دورگه شده بود که من خودم هم می ترسیدم. خدای من، این دیگر واقعیت دارد. می توانم راه بروم و فریاد بزنم که من زنده ام، ولی هیچ کسی صدای من را نمی شنید. من محبوس شده بودم. در زیر زمین دفن شده بودم. خود را آرام کردم تا بتوانم فکر کنم. آیا هیچ راهی برای خروج از آنجا وجود نداشت؟ خوابی را که از آن لکه آبی دیده بودم با حقیقت قبری که در آن احساس خفگی می کردم با هم قاطی کرده بودم. چشمانم را تا جایی که امکان داشت باز کرده بودم و به ظلمت و تاریکی اطرافم نگاه می کردم.
شاید یک سوراخ و حتی یک نقطه نورانی پیدا کنم. اما تمام امیدهایم در تنهایی و سیاهی از بین می رفت. فقط نورهای قرمز رنگ به وجود می آمد، گسترده می شد و بعد هم کم کم محو می شد. هوشیاریم را باز یافتم و آن کابوس هولناک را کنار زدم. آن کابوس تمام ذهنم را فرا گرفته بود و من سعی می کردم که خود را از آن نجات دهم. در سرفه هایم که دائما رو به افزایش بود احساس خطر بزرگی می کردم. بدون شک به خاطر ذخیره هوایی نمی توانستم زیاد آنجا بمانم. به لطف سنکوب شرایط حیات در من به تعویق افتاده بود. اما حالا قلبم می زد و نفس می کشیدم. ولی اگر خود را خیلی زود خلاص نکنم به زودی خواهم. از سرما رنج می بردم و می ترسیدم که بیحسی تمام بدنم را فرا گیرد. دقیقا مانند کسی بودم که در سرما گیر افتاده باشد. دائما برای خودم تکرار می کردم که باید آرام باشم و کار احمقانه انجام ندم. سعی می کردم شرایطی را که من را دفن کرده بودند خوب به خاطر بیاورم. فکر می کردم که کافی است که تخته های تابوت را بشکنم و فرار کنم، تا اینکه فهمیدم در گوداری پر از خاک دفن شدم و روی من لایه زخیمی از خاک است و این یعنی یک دردسر وحشتناک. نمی دانستم که در پاریس قبرها را در عمق 6 پا می کنند یا نه. چگونه می توانستم عمق این قبر را بفهمم؟ و اگر حتی من در تابوت را بشکنم آیا خاک وارد نخواهد شد؟ از چنین مرگی بیزار بودم. از غرق شدن در گل و لای متنفر بودم. با دقت اطرافم را لمس می کردم. تابوت خیلی بزرگ بود و دستانم را به راحتی حرکت می دادم. هیچ شکافی در تابوت وجود نداشت. هر دو سمت تابوت خیلی بد رنده کشیده شده بود اما بسیار مقاوم بود. یک گره در چوب پیدا کردم. انگشتم را در آن فرو بردم و بعد خاک را حس کردم. خاکی نرم، رسی و خیس. اما دانستن هیچ کدام از این چیزها هیچ کمکی به من نمی کرد. من حتی فکر می کردم که خاک ممکن است از آن گره داخل شود. وقتی که اطرافم را در تابوت لمس می کردم، فضای خالی بسیاری را در اطرافم حس می کردم. ضربه هایی به دیوارهای چوبی اطرافم می زدم. به نظرم می رسید که صدای پایین کمی واضح تر بود. شاید به خاطر کیفیت چوب بود. سعی می کردم که با مشت ضربه هایی را به در بزنم. بعد از زانوهایم استفاده کردم و آنها را خم کردم. هیچ صدای ترق و تروقی نمی آمد. تمام نیرویم را جمع کرده بودم و انقدر محکم ضربه می زدم که تمام بدنم کبود شده بود. در آن لحظه دیوانه شده بودم. آیا با وجود آن سرگیجه دوام می آوردم؟ خیلی عصبانی شده بودم و جلوی خودم را گرفته بودم که فریاد نزنم. فکر می کردم اگر فریاد بزنم همه چیز را از دست خواهم داد. ولی ناگهان شروع به فریاد زدن کردم و گلویم را خالی کردم. با صدایی که حتی خودم هم نمی شناختم درخواست کمک می کردم. خودم از صدایم به وحشت افتاده بودم و مرتباً فریاد می زدم که نمی خواهم بمیرم. مثل یک گرگ گرسنه به خودم می پیچیدم و ناخونهایم را به در و دیوار تابوت می کشیدم. اینکه چه مدتی این فریادهایم طول کشید خودم هم نمیدانم، اما به هر جایی که ضربه میزدم احساس میکردم این تابوت خیلی مستحکم است. تمام تابوت از فریادها و گریه های من پر شده بود، در حالی که خواب‌آلود بودم و درد داشتم منتظر مرگ بودم. مثل این بود که تابوت از سنگ ساخته شده بود و من هرگز نمیتوانم که آن را بشکنم. با این فکر بی حرکت ماندم و دیگر حتی شجاعت این که دوباره سعی کنم را نداشتم. گرسنگی به سرما و مشکل تنفسیم اضافه شده بود. ضعف داشتم. این شکنجه ها برایم غیر قابل تحمل بود و از گره چوب خاک را داخل کشیدم.
آن را چشیدم. در آن لحظات آرزوی مرگ می کردم. از سکوت و تاریکی هراس داشتم. دستانم کورمال کورمال به جستجو روی چوب ادامه می داد. ناگهان شست دست چپم خراشی برداشت و من احساس درد کردم. چی بود؟ دوباره همان محل را گشتم. میخی که نشکش ها به تیرک افقی زده بودند خوب در چوب فرو نرفته بود و خیلی بلند و تیز بود. سرش در تابوت مانده بود ولی احساس میکردم که حرکت میکنند. در آن لحظه هیچ فکری به ذهنم نمیرسید جز این که باید آن میخ را داشته باشم. سعی کردم با حرکاتی که به میخ میدادم آن را سست کنم. کار سختی بود. دستانم را مرتب عوض می کردم. دست چپم خیلی بدجا بود و خیلی زود خسته می شد. با پشتکار به کارم ادامه دادم. دستم را گاز گرفتم تا با درد آن خودم را تحریک کنم. بالاخره میخ را در آوردم. بعد با آن روی در تابوت تا جایی که امکان داشت یک خط صاف کشیدم و با سماجت سعی کردم که در تابوت را بپوسانم. وقتی احساس کردم که به اندازه کافی در تابوت پوسانده شد فکری به سرم زد. روی شکمم برگشتم. بعد روی زانوها و آرنجهایم قرار گرفتم. بابا کمرم به آن فشار آوردم. اما اگر تابوت فرو می پاشید چه اتفاقی می افتاد؟ تابوت هنوز نشکسته بود. شکاف به اندازه کافی عمیق نبود و من سعی کردم که دوباره به جای خودم برگردم و این کار بسیار دردناک و سخت بود. دوباره سعی کردم و این بار تابوت شکست. مطمئنن هنوز نجات نیافته بودم ولی امید تمام وجودم را فرا گرفته بود. دیگر حرکت نمی کردم. می ترسیدم که باعث ریزش خاک شدم و اون وقت دیگر کاملاً دفن می شدم. نقشم این بود که از تابوت به عنوان سرپناه استفاده کنم. سعی کردم که سوراخی در تابوت ایجاد کنم. متاسفانه این کار سختی بود و خاک زیادی در اطرافم جمع می شد که از حرکت کردن من جلوگیری می کرد. وقتی که دوباره دراز کشیدم فهمیدم که پایین تابوت زیر فشار خم شده است. محکم با پاشنه پا به آن ضربه زدم. فکر کردم که ممکن است یک قبر خالی آنجا وجود داشته باشد. ناگهان پاهایم در یک فضای خالی فرو رفت. حدس من درست بود. از سوراخ کوچکی که ایجاد کرده بودم به قبر خالی خزیدم. خدای بزرگ، من نجات پیدا کردم. در آن هنگام که به پشت خوابیده بودم احساس کردم که یک سوراخ بزرگ سیاه در مقابلم است. آن گودال آسمان بود. ستاره ها در آسمان مخملی می درخشیدند. نسیم ملایم بهاری صورتم را نوازش می کرد و بوی درختان به مشامم می رسید. خدای بزرگ، من نجات پیدا کرده بودم. نفس می کشیدم و گریه می کردم. دستانم را به سوی آسمان بلند کردم. اوه چقدر خوب است که من زنده هستم. فصل پنجم. اولین فکری که به ذهنم رسید این بود که از نگهبان قبرستان کمک بخواهم. اما افکار مبهمی ذهن من را درگیر کرده بود. من همه را خواهم ترسان. با این شرایط حاکم چرا باید عجله کنم؟ بدنم را لمس می کردم. به جز جای دندانهایم روی دست چپم و تب کمی که داشتم هیچ مشکل دیگری وجود نداشت. نیروی غیر منتظری به دست آورده بودم. بدون کمک هم می توانستم حرکت کنم. افکار مختلفی به ذهنم می رسید. ناگهان در کنارم وسایل گورکن را دیدم و احساس کردم که بهتر است قبر را دوباره درست کنم. قبر را مجدد پر کردم تا کسی نفهمد که من زنده شدم. در آن لحظات هیچ کار دقیقی نداشتم. فکر میکردم وقتی که همه فکر میکنن که من مردم، زنده بودن یک ننگ و بی‌آبرویی‌ست. اما بعد از نیم ساعت موفق شدم تمام اثراتم را از بین ببرم. از قبر بیرون آمدم. چه شب زیبایی بود.
سکوت عمیقی در قبرستان حکم فرما بود. سایه درختان بر روی قبرهای سفید افتاده بود. به دنبال راه خروج از قبرستان می گشتم. به نظرم می رسید که آسمان در حال سوختن است. آنجا پاریس بود. در تاریکی راه می رفتم، اما در همان 50 قدم اول از نفس افتادم. روی یک نیمکت سنگی نشستم. سر تا پای خودم را نگاه کردم. کاملا لباس به تن داشتم. حتی کفش هم پوشیده بودم. فقط یک کلاه کم داشتم. چقدر از مارگاریت عزیزم و از آن محبت و احساسات قلبی که لباس به تن من کرده بود سپاسگزار بودم. وقتی که به یاد مارگاریت افتادم دوباره بلند شدم. میخواستم که او را ببینم. به دیواری رسیدم و در آنجا ایستادم. روی یک قبر رفتم و از آنجا روی دیوار پریدم. بعد از طرف دیگر دیوار آویزان شده بودم و به پایین پریدم. سقوط خیلی سختی بود. بعد از مدتی در خیابانی در اطراف قبرستان راه می رفتم. نمی دانستم که کجا هستم، اما سعی می کردم که خوب فکر کنم. وقتی که به پاریس آمده بودم به راحتی توانستم که خیابان دوفین را پیدا کنم. به خاطر بدگمانی هیچ سؤالی از افرادی که از کنارم می گذشتند نمی پرسیدم. نمی خواستم به کسی اعتماد کنم. تب شدید باعث شده بود که عقلم را از دست بدهم. اختلال دید داشتم و بالاخره در پیاده رو زمین افتادم. در طی 3 هفته بیهوش شده بودم. وقتی که بالاخره پیدا شدم فهمیدم که در یک اتاق ناشناخته هستم. مردی آنجا بود که از من مراقبت میکرد. او به من گفت که یک روز صبح من را در بلوار مونت پرنس وقتی که روی زمین افتاده بودم پیدا کرده و به خانه اش آورده بود. او یک دکتر بازنشسته بود که دیگر کار نمیکرد. وقتی که از او تشکر کردم به من گفت که شرایط من حس کنجکاوی او را برانگیخته و میخواهد که همه چیز را در مورد من بداند. در نخستین روزهای دوران نقاهتم او به من اجازه نمیداد که حتی سؤالی بپرسم. 8 روز در تخت بودم. حتی به خاطراتم هم فکر نمی کردم، چون که آن خاطرات من را ناراحت و غمگین می کرد. خجالت می کشیدم. شاید در هنگام هذیان گفتن اسمی از دهانم در رفته باشد. اما دکتر هیچگاه اشاره‌ای به حرفهای من نکرد. نوع دوستی و محبت او همیشه برای من به عنوان یک راز باقی مانده بود. در یک روز تابستانی در ماه ژوئن اجازه گرفتم که گردش کوتاهی بکنم. صبحی بسیار عالی بود و خورشید با نور طلایی رنگ خود در آسمان شهر پاریس می درخشید. به هر 4 راهی که می رسیدم در مورد خیابان دوفین می پرسیدم. بالاخره به آنجا رسیدم. از اینکه ساختمانی را که در آن بودم دوباره می دیدم عذاب می کشیدم. ترس و استرابی کودکانه من را فرا گرفته بود. اما مارگاریت را به طور ناگهانی می دیدم و حتما او را می ترساندم. نمی خواستم که او را بترسانم. شاید بهتر بود که اول به خانم گابین اطلاع دهم. اما دوست نداشتم کسی را بین خودمان واسطه قرار دهم. اصلا توجهی به اطراف نداشتم. ساختمان در نور آفتاب کاملا زرد بود. رستورانی که در طبقه همکف بود را سریع شناختم. ما آنجا غذا می‌خوردیم. سرم را بلند کردم تا به پنجره طبقه سوم سمت چپ نگاهی بیندازم. پنجره کاملا باز بود و زن جوانی آرنجش را به آنجا تکیه داده بود. مردی به او نزدیک شد و او را بوسید. او مارگریت نبود. دودل بودم و در خیابان ایستاده بودم. فکر کردم که از آن عاشق و معشوق در مورد مارگریت سوال کنم. وارد رستوران شدم. قطعا آنها من را نمی شناختن، چون ریشهایم در آمده بود و صورتم کاملا گود افتاده بود. پشت میز نشستم. در مقابلم خانم گابین را دیدم که فنجانی در دستش بود. او در مقابل پیشخوان ایستاده بود و با زن صندوقدار صحبت می کرد. آنها حرفهای خاله زنکی می زدن. خوب گوشهایم را تیز کردم و به حرفهای آنها گوشت می دادم. زن پرسید خب، آن زن بیچاره در طبقه سوم بالاخره تصمیمش را گرفت؟
خانم گابین پاسخ داد بهتر بود که او با آقای سیمونو که اینقدر به او ابراز علاقه کرده است برود. آقای سیمونو تازه کارش را تمام کرده. او حالا یک فرد بسیار ثروتمند است. میخواهد با ارثیایی که بهش رسیده به کشورش بازگردد. میخواهد که در منزل عمه‌اش زندگی کند چون عمه‌اش به یک فرد مطمئن نیاز دارد. زن حسابدار لبخندی زد. من صورتم را در روزنامه پنهان کرده بودم. رنگم پریده بود و دستانم می‌لرزید. خانم گابین ادامه داد بدون شک این مسئله به یک ازدواج ختم خواهد شد. به شرافتم قسم که من هیچ چیز مشکوکی از آن دو نفر ندیدم. زن بیچاره فقط برای همسرش گریه می‌کرد و مرد جوان تنها او را دلداری می‌داد. خب، بالاخره آنها دیروز از اینجا رفتند. او دیگر نمیخواست که عزادار بماند. اینطور نیست؟ در همان لحظه در رستوران باز شد و دد وارد شد. گفت مامان بالا نرفتی؟ من منتظرت هستم، زود بیا. مادر پاسخ داد الان تو بالاخره من رو دیوانه میکنی. دختر بچه ایستاد و به آن دو زن گوش میداد. خانم گابین دوباره ادامه داد خانم آن مرحوم اصلا ارزشش را نداشت. نه؟ حقیقته؟ همسری مثل او برای زنی از یک خانواده خوب مناسب نبود. وقتی که فردی مثل آقای سیمونو ثروتمند، نیرومند مثل همه ترک ها وجود دارد؟ دد حرف مادرش را قطع کرد. مادرش در حالی که او را هول می داد فریاد زد تو همیشه فضولی می کنی و در هر کاری که به تو مربوط نیست دخالت می کنی. بعد برای نتیجه گرفتن از حرفایش گفت خب بهتر شد که او مرد، او شانس آورد. نفهمیدم که چگونه به خیابان بازگشتم. به آرامی راه می رفتم، مثل این بود که زانوهایم وا رفته بود. با این وجود زیاد رنج نمی کشیدم. به سایه ام در آفتاب نگاه می کردم. من خیلی لاغر شده بودم. ازدواجم را با مارگریت به یاد آورده بودم. ناراحتی ها، بی‌حوصلگی ها و زندگی خسته کنندهش را با خودم به یاد آوردم. اما من هرگز عشق او نبودم. من مثل برادر او بودم و او برای برادرش گریه می‌کرد. چرا باید دوباره زندگی او را خراب کنم؟ یک مرده حسود نیست. وقتی که سرم را بلند کردم و در مقابل پارک لوکزامبورگ بودم، داخل شدم و در مقابل آفتاب نشستم. با آرامی بسیار زیادی فکر می کردم. آرامش داشتم. حالا دیگر فکر کردن به مارگریت دل من را به رحم می آورد. آن را در حومه شهری کوچک تصور می کردم. خیلی خوشبخت و دوست داشتنی. او زیباتر شده بود و 3 پسر و 2 دختر داشت. من مرد شجاعی بودم که دوباره زنده شده بودم. ولی قطعاً نباید بی رحم باشم. از آن روز به بعد من خیلی مسافرت کردم و به هر جایی که می رفتم مدتی را در آنجا زندگی می کردم. یک زندگی معمولی داشتم که مانند همه مردم دنیا می خوردم و کار می کردم. دیگر از مرگ نمی ترسیدم. ولی به نظرم می رسید که مرگ هم نمی خواهد من را ببیند. من هیچ دلیلی برای زندگی کردن ندارم، اما مثل این که حتی مرگ هم من را فراموش کرده است. خب دوستان، این بود داستان مرگ اولیور بکی از نویسنده بزرگ امیل زولا، ترجمه معصومه احمدی، که در 5 فصل این داستان زیبا رو براتون خوندیم. امیدواریم که دوستش داشته باشید. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارش رو بزنید تا ویدیوهای بعدی اون براتون بیاد. و لطف میکنید اگر ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی بکنید. اگر پیشنهادی هم دارید حتما توی کامنت ها لطف کنید و برامون بنویسید. سپاسگزاریم از اینکه بیننده کانال خودتون کتاب من هستید.